باره سلام دوباره، بریم برای قسمت دوم. کی هست کی نیست، خوابین یا بیدار؟ خب یه نفر اومد. قسمت اول رو خیلی خوب بودین، امیدوارم قسمت دوم رو هم داشته باشیمتون. بله، اندک اندک جمع مستان میرسد. خود عباس کجاست؟ من دلم میخواد بدونم. خوبه، تعداد زیاده. بچه ها سوالی هم اگه داشتین میتونید بنویسید. یوهو، ما یه وقت بذاریم سلام مردم دوباره. سوالشون بپرسن. سلام علیکم. آره، خوب شد دیگه، من با یه خیال مختصر راحت بشینیم حرف بزنیم. ببخشید دیگه، ما وقت شما رو هم گرفتیم اینو، حالا دیگه شده. استفاده داریم میکنیم عزیز. ایران ساعت چنده الان؟ 10:11. خب هنوز 12 نشده. من یه توضیح میدم راجبه کار خودم، ولی به نظرم خوبه بعد کمی راجبه تجربه هامون حرف بزنیم. حالا یکی خوشش اومد از این قرتی بازاری که ما انجام میدیم، باید چی کار کنه، چی بخونیم؟ چند که به من پیغام داده بود که آقا واقعا چی شد شما رفتید این رشته؟ گفتم واقعا نمیدونم، یه دفعه دیدم دارم این کارو میکنم، ولی خب جذابه به نظرم. همونقدر جذابه که مثلا مکان کوانتومی هم جذابه، بعد همونقدر جذابه که آقا حالا یعنی چیکار کنیم؟ گفتم نمیدونم، باید ببینیم تقارن کجا شکسته میشه، این شما کجا دوست دارید که بالاخره کدوم ور داستان میچربه براتون. واسه من خلاصه چربید، حالا نمیدونم واسه تو چجوری بوده آرشان. یکی از راه های ما دو نوع مبارزه، راه مبارزه داریم با یه چیزی مثل کرونا، بیماری. یکیش بهش میگن راه های دارویی که میشه واکسن و بیمارستان و پرستار مهربان و اینها. یک راهش میشه راه غیر دارویی. راه غیر دارویی یعنی چی؟ یعنی همین دور از هم وایسیم، ماسک بزنیم، مدرسه تعطیل کنیم، نریم ارتحال پارتی، این نریم، هیچ جایی نریم، یعنی این خودش مهمترین چیزینه، تا جایی که میشه ارتباط برقرار نکنیم، بعد حالا ماسک اینا. یه راهی که توی ایران خیلی بهش بی توجهی شد، من هم هیچ موقع نفهمیدم راسته چرا، ولی تقریبا همه جای دنیا بهش بها دادن، راهی که بهش میگن اصطلاحا رهگیری تماس، کانتکت تریسینگ. این اینجوریه توی ایران هم انجام میشه. شما مثلا کرونا گرفتی، میری تست میدی، تستت مثبت میشه، اولین کاری که میکنن وقتی میری تست میدی اینه که یه لیست بهشون بده که تو با کیا در ارتباط بودی، شمارهشون رو بده، ما زنگ میزنن آقا شما با یه آدمی در ارتباط بودی این کرونا گرفت. خب یه سری مشکلات داره دیگه، بهم میگن مانوال کانتکت تریسینگ، یعنی یه سری یادت نمیاد، یه عالمه آدم تو مترو دیدی اصلا نمیشناسی، بعد مثلا چه میدونم با یکی رفتی بیرون نمیخوای اصلا کسی بفهمه اینها. برام یه راهی که خیلی هوشمندانه از قدیم هم بود ولی الان جدی شد این بود که اومد آقا مثلا هر موبایل یه بلوتوث داره و بیایم یه نرم افزاری درست کنیم روی این موبایل ها که وقتی دوتا آدم نزدیک هم قرار میگیرن این بلوتوث رو میبینه، واسه هم یکی یه ارتباطی بین این دوتا آدم برقرار شده و با لحاظ همه مسائلی که اخلاقی و فنی و اینها در نهایت توی یک ساختاری ما میفهمیم که چه کسی با چه کسی در ارتباط بوده. یعنی مثلا من امروز رفتم دانشگاه، بعد تو راهم مترو سوار شدم، اتوبوس سوار شدم و این بلوتوث من روشنه، همه آدم هم بلوتوثشون روشنه و این حفظ شده. حالا مثلا من میام خونه، میرم سرفه میکنم، میرم تست میدم، تستم مثبت میشه. و مثلا که تستم مثبت میشه برای همه آدمایی که با من در تماس بودن، در تماس فیزیکی بودن، یه نوتیفیکیشن میاد که دینگ دینگ آقا شما در معرض خطر بودی، اولا که برو خودتو قایم کن از بقیه، دوم که برو تست بده. و مثلا اینجوری که ساز و کار خیلی مچه، یعنی با وزارت بهداشت مچه، یعنی تا مثلا برات نوتیف میاد که آقا شما در معرض بودی، همون موقع بهت میگه که نزدیکترین جایی که میتونی بری تست بدی کجاست، و وقتی میری تست میدی باز مثلا اینو به بقیه میگه، اینها رو نگه میداره. این کار سبب میشه که خیلی از اون آدم هایی که ناقل بدون علامتن خصوصا، اینها دیگه نرن اینقدر توی جامعه و این ویروس رو پخش کنن ناخودآگاه، و یک مقدار زیادی از عفونت توی جامعه کم میشه.
بیسیک منطق کاره که خب خیلی خوبه، ولی خب دوباره سوال اینه که چقدر خوبه، تحت چه شرایطی چقدر خوبه. مثلا اگر ما بیایم چه جوری تبلیغ کنیم، مثلا خیلی جالبه چیزای فرهنگی، مثلا فنلاند هر کشورم برای خودش یه دونه از این اپا زد، به خاطر اینکه باید مثلا با یه عالمه چیزای حقوق موقعی اون کشورم سازگار بود و با وزارت بهداشت مطرح بشه. آخر سرم اپل و گوگل اومدن با هم گفتن ما هر کی نساخت به درک ما براش میسازیم. مثلا که شما وقتی تو گوگل پلی بسته به اون کشوری که توش هستی یه دونه از این نرم افزارا رام بزنی. تو ایران هم یه پروژه شروع شد چون گرفتن، ولی حالا نمیدونم چی شد که پا نگرفت، ولی به هر حال تقریبا توی همه کشور اروپایی مردم اینو دارن، توی آمریکا دارن، یعنی میگم دیگه آخر سر اپل. حالا این مسئله که ما دنبالش بودیم این بود که بیایم سناریوهای مختلفو در نظر بگیریم واقع بینانه که چقدر این حالا بالاخره مفید میشه. یعنی اگر مثلا من 50% جامعه هم، چون مثلا اول خیلی گفتن این به درد نخوره چون مثلا بیشتر از 20% جامعه نسل میکنه، این هم حرف بدی نبوده، چون مثلا توی فنلاند تقریبا توی یه هفته اول فکر میکنم تا 70% آدمایی که ریجستر شده بودن اینو نصب کردن. ولی مثلا فرانسه اینجوری بود که 20% بعد از 2-3 ماه طول کشید که مثلا آدمو نصب کردن. این خیلی فرقه، چون این فنلاند یه خیلی آدمای تکنولوژی هست. شما اگر فکر کنید از فنلاند هیچی یادتون نمیاد جز چند تا چیز، یک موبایل نوکیا، یکی انگری برز، یکی کلش آف کلنز، اینا کلا صنعتشونه، یا چوب میفروشن یا تکنولوژی کامپیوتری و آیتی مایتی. مثلا خب خیلی استقبال کردن دیگه. بعد مثلا یه سری ارتباطاتی هم هست، مثلا اگر من نصب میکنم حتما به توی آشام هم رکامل میکنم چون دوستمی آشام اینو نصب کن، یا مثلا خود دانشگاه به همه کارکناش میگه بیاید اینو نصب کن. مثلا اینا اصلا یه سری همبستگی وجود داره بین کسایی که اینو نصب میکنن، از اونور هم کسایی که نصب نمیکنن، مثلا یه سری آدمایی هستن که حال نمیکنن با موبایل. سوالی که ما دنبالش بودیم اینه که خب حالا با در نظر گرفتن همه این پارامترها، این اپ ممکنه کار نکنه، سیگنال بلوتوث کار نکرد، آقا اون خطای گلدن فیلد اینا، آقا یکی نوتیف گرفت گفت شما در معرض بودی، گفت هیچی نی خیره ایشالله نرف خودشو قرنطینه کن، و همه این چیزا و اون داستان هایی که شبکه ها ناهمگنی هاشون رو چجوری لحاظ کنیم. آقا نتایج ما راجع به اینه که خب آقا چقدر خوبه، خلاصه یه خیابونیش اینه که خیلی خوبه. چون مثلا قبل از اینکه بری جلوتر، پس بنابراین یه سری استراتژیایی هست مثل قرنطینه، مثل گفتی ردیابی بهش میگن، اینو من ترجمه کردم، نه اینکه من بهش میگم رهگیری تماس، کانتکت رهگیری تماس، که همین نرم افزار رو نصب میکنید، بعد اگر که مبتلا شده باشید به دوستانتون هشدار میده اون نرم افزار که شما ممکنه که مبتلا شده باشید، که بعد اینا رو نگاه میکنی از ظاهر میگی که خب این قرار دیگه حل کنه قضیه رو، قرار مسئله رو حل کنه و خیلی خفن و خوبه و اینها، اما بعد ممکنه یه سری خطا باشه توی اجرایی شدن اون پروتکلی که مورد نظره. ممکنه من قرنطینم بکنن ولی قایمکی برم و بیام، ممکنه اون نرم افزار رهگیری رو نصب بکنم ولی مثلا توجه نکنم به نوتیفیکیشنی که میده. در این صورت چقدر میتونیم بیایم محاسبه کنیم ببینیم اون نرم افزاره، اون پروتکله، اون سیاست گذاریه واقعا کارا هست یا نیست؟ درسته همچین صورت مسئله ای داره؟ یعنی ما یه پارامتر داریم بهش میگیم پارامتر کار نکردن این سیستم، که حالا اینو مثلا ببینیم چقدر. خیلی ساده است، شما ممکنه امروز صبح بلند شی بلوتوثت رو روشن نکنی و بری بیرون، تمومه داستان، باید بلوتوثت دائم روشن باشه. مثلا چون بلوتوث سیگنال فیزیکیه دیگه، ممکنه یه جایی رفتی این کار نکنه، خیلی عام. حالا خب مثلا نتایج ما نشون میده که اگر این اپ ها در بدترین شرایط اگر 60% هم کار کنن تقریبا همه ما اتفاق خوبا میفته. خب معمولا تا 60% داره نتایج، نه عکس ببینید تعداد الان من گفتم این کرونا که اومد ما نتورک یه ذره خوشحال شدیم، این مسئله کانتکت تریسینگ هم آدما با شرایط مختلف ما اینو تست کردن، همه هم گفتن خوبه، ولی خب مثلا ویژگی مختلفو نگاه کردن همه هم تا یه میزان قابل توجهی میگن خوبه. حالا این کاری که ما کردیم، این پارامتر کار نکردن داستان خیلی برامون جذابه، الان اونجا نشون دادیم که توی شرایط مختلف 60% حداقل کار کنن خوبه. تازه این واسه کیه؟ واسه اون زمانی که داریم میگیم مردم رندوم این اپا رو نصب کردن، ولی خب مثلا ما میتونیم یه عالمه تبلیغ کنیم که سوپر اسپریدر ها نصب کنن، یا مثلا یه تعداد زیادی آدمی که به هم ربط دارن، این چیز مهمیه. این هوموفیلی که اصطلاحا میگن نتایج خیلی خوبه، یعنی دو سه تا چیزی که خیلی بهش برای ما مهمه، یکی آستانه پاندمیه، یعنی که
تا کجا اپیدمی رخ نمیده و از کجا به بعد رخ میده، اینکه حالا این رخ داد چقدر اندازه و این به شدت موثره. و یا نمی کاره میگم مشکلی که دیتا نداریم، چندین آزمایش جمع و جور انجام شده که آقا این کارها در عمل دیتا چی میگه، دیتا خوب بوده. مثلا یه دیتا ست خیلی معروفه است بهش میگن دیتا ست کوپنهاگ، اینا اومدن توی مثلا مدرسه دستموش دانشجو تو استودنت از این تریکرها بستن، از این ساعت های هوشمند، و یه دیتا ست جدی تمپرال داریم که مثلا این شبکه کانتکت چجوری و وقتی این مدل روی اون رام میکنی نتایج خوب میده. یعنی اول پیپر که گروه ما روی 3-4 تا دیتا ست تجربی تست کردیم چند وقت پیش، مثلا در حد یه هفته دو هفته پیش، یه آماری از لندن اومد که اینقدر چشمگیر بود که بی بی سی تبلیغش کرد. یعنی بی بی سی قشنگ مطلب نوشت، ویدیو براش درست کرد که آقا این کانتکت تریسینگ چقدر خوبه، و این فقط راجع به کرونا نیست، راجع به بیماری های مختلف جواب میده، راجع به مثلا بیماری هایی که ناشی از این چون مثل مالاریا اینا، و کلا استراتژی خیلی کمک میکنه، چون این سبب میشه که شما اصطلاحا وقتی میخوای این محدودیت ها رو برداری حواست باشه که مانیتور میکنی. قشنگ دولت داره مثلا میگه خب آقا مدارس باز، جیم باز، رستوران باز، با این کانتکت تریسینگ یه چیزی رو میبینی. مثلا این کار جالبی که یه گروه دیگه کرده، اومدن پخش اون گونه انگلیسی رو با این مدیریت کرد. شما این گونه این اینو بچه‌ها یه ذره تکنیکی ها، یعنی شما وقتی میری تست میدی بهت میگن داری یا نداری. اگر بخوام بگن چه نوعی رو داری، من عموم میگم من رفتم رو کرونا گرفتم انگلیسیه، گفتم از کجا، و خانم همون موقع بهم گفتم نه نمیشه، اینا اصطلاحا میگن سکانس میکنن، یه ذره کار بیشترش کنن، بعد مثلا از ژنتیکش میفهمن آ این اون مدلی احتمال زیاد. مثلا اینا این کارو میکردن، مثلا از تعداد زیادی اینا که تستشون مثبت بود سکانس میکردن ببینن که این چه ورینتیه، بعد مثلا نگاه میکردن که او مثلا چقدر این، مثلا یکی از پارامترهایی که توی مدل های کامپارتمنتال نرخ تبدیل آدم سالم به مریضه، اینو چه جوری ما از دل داده بفهمیم. به کمک این اپ های کانتکت تریسینگ اینو خیلی خوب میشه اصلا تیون کرد، پیچشو تنظیم کرد. چرا؟ چون مثلا ما میبینیم که توی دیتا ستی که داریم از یه آدم که گونه مثلا انگلیسی رو داشته انقدر آدم گرفته، اون آدم که گونه دیگه داشته انقدر دیگه رو گرفته. خلاصه که کار با مزه، حالا امیدوارم چند تا نتورک ساینتیز از اینجا بیاد این پیپر ما رو سایت کنه توی کارهای آینده شما، آرشام اینا پیپر بنویسن ما رو سایت کنه. ولی میگم خیلی عجیبه که چرا توی ایران شکل نگرفت. من دلایل خوبی نمیبینم، ولی اتفاق عجیبه، خیلی مسائل رو جدی نگرفتن به اون صورتی که باید، حالا به هر دلیلی که بوده. ولی خیلی مسئله جذابیه این که یه جاهایی اعمال شده و نتیجه خوب بوده، و بعد کار عباس اینا که الان روی کتابخونه دیجیتال آرکایف هست، اگر دوست داشتین میتونید برید ببینید، میاد نشون میده که نتیجه بخشی و کارایی این پروتکل چی بود، رهگیری تماس، این پروتکل رهگیری تماس یه چیزی نزدیک به 60% پایداری داره. یعنی حتی 40% خطا هم بذاری داخلش هنوز داره جواب میده برات، و این به نظر من واقعا قابل توجه. اصطلاحا ما میگیم روباست، یعنی که تنوور و مقاوم نسبت به خطا، و این چیز خوبیه. کار ما واسه من که مثلا کارم نه، از یه جهت دیگه هم خیلی ریاضیاتش تر تمیز در اومده. یعنی یه روش خیلی عادی اینه که ما معمولا این فرایندهای زمانی و دینامیک دارو تبدیل میکنیم با یه تکنیکی به اسم روش تراوش به مدل ایستا که خیلی میتونیم راحت تر هندلش کنیم. ولی خب به واسطه این اپ ها، این نرم افزار ها، مجبور میشیم یه حالت مموری اضافه کنیم به مدل تراوش که همه بلده. واسه همین از لازم ریاضی چلنج های خیلی جالبه میطلبه. یعنی این اونجایی که من از نتورک ساینس خوشم میاد، یعنی اینقدر این مسئله اپلاید و کاربردی و عاقبت به خیریه داره واسه آدم، و میگن خدا بابا تو بیامرزه، اینو بذاریم کنار، کاری که من میکنم به شدت ریاضیاتش جذابه و سخت. یعنی یک جاهایی مثلا ما میگیم که اگر مثلا شبکه ما هوموفیلی داشته باشه و توپولوژیش مثلا هتروجینس باشه و فلان فلان باشه، ریاضیات فقط میتونه بهتون کرانه بالا رو بده، نمیتونه دقیقش رو بده. و حالا بیاید فکر کنیم ببینیم چه جوری اینو میشه بهش بازی کرد، این ریاضیاتش رو. مثلا بیام الان مثلا اون کاری که رو آرکایو یه بخشی که ما بهش اضافه کردیم هنوز نداره، و اون روشایی که مثلا از فرآیند تصادفی میاد،
بهش میگن برانچینگ پروسس. میخوام بهتون بگم معنی که دارم کار میکنم، علت اصلیم از اینکه این کار میکنم دو تا چیزه، یکی اینکه به شدت کاربرد داره و اون که ریاضیاتش خیلی دوست داره، یعنی گاهی وقتا فیزیکی ها خیلی فقط این سمت ماجرا رو دوست دارن، ولی من میبینم جفتش رو داره و با جفتش حال میکنم و شما میتونید توی این کیف بچرخید. یعنی مثلا یه موقع آدم هستن میچسبن این قسمت رو خیلی خوب توسعه میدن، یه سری آدم هستن مثلا که کارشون دیگه خیلی دیتا محور و اینا میشه، مثلا کاملا کارشون کاربرد. خوبی این فیلد اینه که شما میتونید این وسط یعنی پاندول بری ببینید کجا بیشتر دوست داری. و خب همیشه هم میدونیم که جایی که کاربرد بیشتر یعنی پول بیشتری هم داره، این خوبیش به نسبت بقیه گرایش های فیزیکی نه دیگه، شما خیلی راحت میتونید پول به دست بیارید. بعد امیدوارم دیگه پاندمی اینا نشه، ولی خب اگر پاندمی اینا هم بشه میشه هات تاپیک، شما مطرح میشه، یعنی همون قضیه بیگ بنگ اینا برای مردم جاذبه، شما میتونید بیا راجع به کرونا و اینا حرف بزنید و این حرفو. البته حالا واقعا بیگ بنگ و مسئله کیهان شناسی چون برمیگرده شاید شروع فکر کردن راجع به 5000 سال پیش، بعد از اون طرف پیچیدگی مثلا مال چند سال پیشه، بگه 50 سال پیش، خب بنابراین یه خورده جای امید داره. به نظر من موضوعات بسیار جذاب هستن. مثلا حالا من راجع به حیات چیست یه صحبتی داشتم با بچه ها، خیلی دایرکت دریافت کردم و خیلی براشون جذاب بود و مسائل فیزیکی هست که خلاصه مطرح بشه به نظر من جذابیت داره، همین مسئله شیوع هم همینطوره. یه نکته که من میخوام تاکید کنم این هست که خب ببینید عباس میخواست با تیمشون، اینا میخواستن بیان بسنجن ببینن که یک سیاستی که در مقابل شیوع بیماری هست جواب میدهد یا نمیدهد، و کاری که کردن این بود که اومدن شبکه ارتباطات انسانی رو احتمالاً لحاظ کردن، حالا این یا یک مدلی از اون شبکه بوده یا واقعا خود شبکه بوده، و بعدن استفاده کردن از معادلات دیفرانسیل تا ببینن که یک پروسه‌ای روی این شبکه چطور اتفاق میفته و احتمالا چندین روش محاسباتی استفاده کردن تا بفهمن به صورت میانگین مثلا اگر اینقدر خطا وارد کنیم فلان مقدار پروتکل بد اجرا می شود، و بعد اثبات کردن در آخر که مثلا 60% پایداری داره نتیجه‌ای که میگیریم از این سیاست گذاری، و این یعنی اینکه دانش بسیار بسیار زیادی رو آدم باید کسب کنه و به کار بگیره تا یک نتیجه‌ای بده که برای سیاست مهم باشه در حقیقت. حالا خوب اینم بگیم توی این کار 4 نفر آدم کار کردن، یعنی یه دونه استاد، یه دونه پستاک، 2 دانشجو دکترا، و این خیلی جالبه که شما میدونید آدم ها از جاهای مختلف توی این پروژه هستن و کار میکنن. یعنی یکی از ویژگی های خوب و همزمان بد کار ما اینه که شما هم کارهاتون هم زبانتون نیستن. یعنی مثلا من یکی از همکارم آرش که دوستم هم هست، اون یه کار شبیه سازی بلده با کامپیوترهای عجیب، یه چیزهایی ران میکنه که من حتی نمیتونم بفهمم چه جوری، یعنی مثلا چیزی میگن های پرفورمنس مثلا کامپیوتینگ، من بلد نیستم واقعا. یعنی مثلا من یه کدی میزنم کند، اون یه کد خیلی خفن تری میزنه، و از اون طرف مثلا من یه چیزی خیلی دوستم داشتم ریاضی براش معادله بنویسم و این اتفاقا میفته. چون مثلا من پروژه قبلی، این پروژه کارشناسی ارشد، من استاد راهنمای اصلیم پزشکی خونده بود، یعنی شون پزشکی بود که اومده بود امیر حسین پزشک بود بای ترینینگ، یعنی اون تنها چیزی که درسش رسمی خونده بود پزشک بود. بعد مثلا بگذریم از اینکه سر چه کلاسی نشسته، واقعا پیچیدگی دانه امیر حسین، نه اون که حالا از خیلی از فیزیک خونده بیشتر پیچیدگی بلده، ولی خب مثلا همون موقع هم که من با امروزن کار میکردم سر این مسئله سرطان، یه جایی قشنگ رفتیم پیش یادم که اینا رو دیگه ریزش رو در آورده، مثلا من گفت این اینجوره اون اونجوره. این یکی از فیچرهای کار ماست و همزمان هم اذیت میکنه. کار کردن با کسی که زبون تو رو نمیفهمه سخته و دغدغت اگر این باشه که اون یه چیزی بگه تو درجا بفهمی پوستت کنده میشه، چون مثلا در ساده ترین حالتش اینه که اون داره چیزی رو خیلی خوب توضیح میده ولی برای تو خوب نیست، برای اون آدم که تو اون فرهنگ خوبه. یه موقع اصلا نوتیشنتون شبیه نیست واژه، یعنی مدت زیادی شما رو داره یه چیزی حرف میزنید، این یه کلمه میگه و یه کلمه، ولی خاصا میگه این دو تا که یه چیزن، بعد میگه ببخشید این آره این فیچر کار ماه. از اون طرفم هر کسی که میخواد وارد این فیلد بشه، حافظ شعری داره میگه که چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است،
آن به که کار خود به شبیه سازی رها کنه. یعنی این فیلد ما از اون چیزایی که شما هر کجای این طیفه میخوای برید باید بلد باشید کد بزنید. مثلا همینه، اگر جوانتر از ما هستید و میخوایید برید این سمتی، برنامه نویسی بذارید جزو زندگی اصلی تو. و اینم بگم دیگه، الان تقریبا من رشته ای نمیشناسم که ریسرچ کنن و کد نزنن توش. حالا ممکنه یه ده هنوز مقاومت کنن، ولی دو تا چیز خیلی مهمه دیگه. زبان باید بدونید، چون مقاله به انگلیسی چاپ میشه، چون استادا به انگلیسی لکچر میدن میذارن تو یوتیوب و این ور اون ور، بنابراین اطلاعات میخواید دسترسی پیدا کنید باید زبان بدونید و کد زدن. این برای هر رشته و هر علاقه ای من توصیه اولمه. حالا این دو تا رو اگر بلد باشید، کامپلکس سیستم کارم نشدید، هر چیز دیگری کار شدید خوبه، خیلی به همه چیزتون کمک، به فکر کردنتون کمک میکنه. چیزی که من موقع فیزیک میخوندم، حالا آشام تا همینجوری بود، یعنی مینس جریان اصلی فیزیک عشق کار قلم و کاغذ و گچیه. یعنی دیدید میگم مردو از روشونش بزنی خاک بلند بشه، تو دانشگاه فیزیک هم میگن که همه باید یه طرف بدنشون گچی باشه چون اینا پای تخته بود. او همیشه تو سر شبیه سازی اینا کار مسخره میگه، ماتماتیکا حل میکنه، در صورتی این خیلی فکر اشتباهی بود، یعنی این فکر سنتی غلط بود. عین همون حرفایی که دختر رو چه به فیزیک، این از اون جنس حرفاست. بعد من آدم اینجا دیدم که بابا اصلا داستان خیلی اینجا عوض شده، ملت قشنگ از اول لیسانس با برنامه نویسی خیلی خوب برخورد میکنه. یه خاطره جالبی هم که من اینو در عمل توی کار کردم با استاد راهنما قبلی اولین بار دیدم اینه که یه موقع های مسئله های بیازه خیلی سخته، خصوصا وقتی شما اولین بار دارید بهش فکر میکنید. این تمرین ها رو بریزید دور که میدید سر کلاس، یه ترم استاد درس میده، حالا یه مشقی بهتون میده، یه ذره زور میزن. وقتی این مسئله رو اولین بار بهش حمله میکنید، نمیدونید چه جنس ریاضی رو باید بردارین، چه شرایطی رو در نظر بگیرید. مثلا اولین بار خیلی سخته ریاضی خام فکر، بعد میگم شما این شبیه سازی خیلی ساده انجام میدید و میفهمید که آها پس این مسئله باید اینجوری باشه، بعد این یه حدس خیلی خوب بهتون میده که بتونید فرمول ریاضی رو بنویسید. واسه حتی اگر به نگاه کاربرد محض فقط دارید به کد زدن نگاه میکنید، اینجوری بهش فکر کنید که بابا این به تئوریتون هم کمک میکنه، به درکتون از پدیده هم کمک میکنه. یعنی توی همین پیپر ما اول از همه من تمام این اصطلاحا پرکولیشن ویت مموریا رو ران کردم، بعد گفتیم خب آها پس حالا ریاضی یه جوری بنویسیم که با اینا چفت بشه. اگر مسیر رو برعکس میرفتیم شاید هنوز رو آرکایو هم نذاشتم. دقیقاً همینطوره. و بعضی وقتا برعکس قضیه هم پیش میاد، یعنی شما رو کاغذ میرسی به یک معادله ای ولی این معادله رو اصلا نمیتونی بفهمیش. توی اون لول اصلا نمیشه. آره همین معادله معمولی رو نمیتونید با قلم و کاغذ حل کنید. دقیقاً میدونی این معادله مهمه ولی نمیدونی چه نتیجه ای میدهد این معادله. و الان مثالش هم بخوام براتون بزنم، یه مثال خیلی ساده است، اونم چند تا مگنته که کنار همن، به خاطر اینکه همتون آهن ربا شده بودید بعد از واکسن، مثال مگنت بزنم، مثال جذابیه. چند تا مگنت هم که کنار همن، بعد فرض کنید مثلا یه قطبای آهنربا دیگه، یه دونش شمال بالای جنوب پایینه، یه دونش جنوب پایینه شمال بالا، اینا ما بهش میگیم آیزینگ مدل. حالا دارم ساده سازی میکنم، ولی نکته مهم اینه که وقتی که این رو به بالا هست قطب شمالش، سعی میکنه این یکی رو هم بیاره رو به بالا. خب این یه واقعیت فیزیکیه در مورد اسپینای، حالا واردش نمیشم، اسپینای اتم ها، خب اسپینای الکترون. از دل این معادله آدما خیلی چیزا تا حالا در آوردن و الان بعد از 100 سال تقریبا حل کردن این معادله به روش‌های عددی، ما حلش رو نمی‌دونیم برای کیس‌های خیلی خیلی ساده. و حتی آدما وقتی میخوان بعضی وقتا اپیدمیکس مدل کنن، شیوع بیماری مدل کنن، از این مدل اسپینی استفاده می‌کنن. این مدلی که یه نفر موقع تز دکتراش یک موقعی نوشت رو کاغذ و هنوز ما داریم تو کامپیوتر چیزای جدید توش می‌بینیم. بنابراین خیلی لازمه که خلاصه از این مدل‌ها خیلی ساده هم. مدل آیزینگ توی یه بعد حل تحلیلی داره، توی دو بعد حل تحلیلی داره. خب حالا حل دو بعدیشو من قسم میخورم هیچ کسی نرفته مقاله اصلی اونزاگه رو بخونه. یه مقاله، یه روش ترکیبیاتی سخت به درد نخوره، از این روشه که فقط اینو حل کرده دیگه به هیچ دردی هم نمیخوره، مثلا کسی نمیره بخونه، فقط میدونیم حل شده. مثلا اون نقطه توی سه بعد که دنیای واقعی حل تحلیلی نداره، خب میخواین چی کار کنید؟ همین مسئله تراوش خیلی مسئله ساده، چهار خط می نویسید روی کاغذ همه اطلاعاتش هست، نمیتونیم اینو تحلیل گل کنید. خیلی از مسائل دنیای واقعی مدلی هن. یعنی شما اون یک
یک مفهومی وجود داره، یه مقاله خیلی معروف است به اسم The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Sciences. اونجا یه بحث میکنه یه فیزیکدان خیلی معروفی اسم ویگنر، که انگار که همه ریاضیاتی که ما احساس میکردیم مثلا کاربردی نیست، در نهایت یه راهی توی حقیقت پیدا میکنه. یعنی مثلا اون هاردی اینا که مثلا یه روزی رو نظری اعداد کار میکردن و فکر کردن هیچ موقع این پاش به کاربرد نمیرسه، ما باش مخابرات ساختیم. بعد الان یه ذره دنیا انگار عوض شده، الان unreasonable effectiveness اینجوریه، چون مدل های ریاضیمون دیگه نمیتونن خیلی خوب هندل بشن برای که پدیده یه توصیف کنن، مثلا ابزار ما باید یه کمی بهتر کنه و ما مثلا جنس شبیه سازی هاست و اصلا هم کارهای آسونی نیستن واقعیتش میگم. یعنی گاهی خودشون نیاز دارید. یکی هم پرسید ببین من زندگیم توی پایتونه، یعنی من هر چیزی رو اول هستم توی پایتون اجرا میکنم، ولی خب پایتونی محدودیت سرعت داره، واسه همین یه جایی که شما چیزای خیلی گنده توی همون های پرفورمنس کامپیوتینگ مجبور سی پلاس پلاس با. من با این دوتا کار میکنم و منم اینا دیگه دوتا آدم اینجوری هم منم اینا کار ما پایتون خوبه، پایتون رو یاد بگیرید، چون توی هر چه میدونم خواستید سایت هم هک کنید به دردتون میخوره، سایت خواستید برید توی تاکسی های اینترنتی هم کار کنید به دردتون، همه جا به دردتون. بعد وقتی مثلا میرید برای یه انستیتو بزرگی دارید کد میزنید و اینا، اگه سرعت هم به مشکل برخوردید بهتون میگن بیا این مثلا کلاود، این کلاستر، یه کامپیوتر خیلی بزرگه، کدتو بذار روش برو خونتون، این خودش جواب و سریع بهت میده. و یعنی حتی همون پایتون رو شروع کنید فعلا و توش برید جلو، حالا بعدا اگر که خواستین سرعت رو بیشتر کنید یه سی سی پلاس پلاس چیزی هم بذارید. آره من هیچ کدوم از این کدایی که توی این پروژه استفاده شده کامپیوتر شخصیم ران نکنم، بی خود بکنم رو کامپیوتر شخصی همچین چیزایی ران کنم، ولی خب در نهایت یه سری محدودیت های تئوری هم وجود داره که باید یاد بگیر. آره. کسی سوال نمی کنه دیگه عزیزان؟ سوال اگر که دارید حتما الان بپرسید. من یه پروژه خیلی بگیرم، خیلی هم وقتشو تا الان گرفتم، بذارید ببینم. آره الان حدود 1 ساعت و 42 دقیقه است که با هم دیگه صحبت کردیم. یه پروژه‌ای دارم به اسم complexity.sitpur.org. بعد هر چیزی که این مدت راجع به سیستم پیچیده و شبکه‌ها و اینو یه جایی نوشتم، حرف زدم، اینو رو جمع و جور کردم. اونجا نگاه کنید. اونجا مثلا رفرنس به تو معرفی می‌کنه. این معلم کنکور هستم، اینا نکات کنکوری براتون در آوردم اونجا، میتونید ببینید از کجا میشه شروع کرد اگر فیزیک نخوندید چیکار کنید. خیلی لازمه. من وقتی که شروع کردم صحبت کردن از پیچیدگی از خیلی از صفحه های مشهور و آدم های واقعا ساینتیستی که تو اینستا فعالیت دارن، این پیامو دریافت میکردم که اوه من اصلا نمیدونستم شما وجود دارید، یعنی هنوز آگاهی نیست در مورد پیچیدگی. و سایت سیدپور عباس یکی از بهترین منبعایی که به زبان فارسی است. من اولش گفتم عباس از بهترین های ما یه مقدار تواضع به خرج داد، ولی واقعا از بهترین هاست. حالا نه تو اسکیل، ما هیچ کدومون ادعا نداریم که تو اسکیل جهانی، ولی حداقل توی ایران تعداد کامپلکسیتی ساینتیست ها خیلی کمه، اونایی که میتونن خوب در موردش صحبت کنن هم خیلی کمه، امیدواریم بیشتر بشه. ولی دریابید این سیدپور رو. خلاصه آقا من یه چیزی رو حساب کردم، تعداد توی فیلد کامپلکس سیستم ایرانی هایی که خارج از ایران دارن کامپلکس سیستم رو کار میکنن چندین برابر کل اونایی که تو ایران کار میکنن. یعنی یه تنه اونایی که تو دانشگاه آلتوان برگردن ایران، ما میتونیم برای خودم یه دانشگاه خود مختار بزنیم. خیلی عجیبه، خصوصا آقا من یه بار رفتم جایی شایم انگلیسی حرف میزدم، بعد طرف تا من گفت که Are you from Isfahan؟ بعد همینجور من ترکیدم از خنده، تو انگلیسی دم فارسی لحجه اسفحانی داری. من اینجا بودم که واقعا من باره بهم شما آقا شما قیافت نمیخوره ایرانی باشه، بابا ایرانی هم با اجازتون دیگه. یعنی اینقدر آدم میره تو این جاها اسم ایرانی زیاد هست، خیلی زیادیم خوشبخت. یکی برای کی توصیه نداریم؟ برای کسی که تازه فیزیکو، اگر تازه فیزیکو شروع کردید درس بخونید، تمرینات رو بنویسید، همه درس رو با حوصله بخونید، کنجکاو بمونید، این مهمترین چیزه. من یه چیزی رو همیشه به بچه ها میگم، من لیسانس گرفتم، من بچه رعیت هم، من بچه روستا بودم، من تو این دبیرستان های خفن هیچ موقع نه، معلم فیزیکام نصفشون شیرهی بودن، نصفشون لیسانس نداشتن. خب نمیدونم از کجا، ولی یه دفعه دیدم فیزیکو دوست دارم. وقتی اومدم تهران دفعه فهمیدم او مردم چقدر مدرسه‌شون خفنه. مثلا این اینو بذارید دور، اگر من کردم
اگر شما هم اونجورید اوکی. اما واقعیت اینه که من وقتی لیسانس بودم همه گرایش های فیزیکو یه تستی کردم، یعنی تست کردم معنیش اینه یه درس اینتروداکشن تو فلان پاس کردم یا آنلاین دیدم. یعنی من به همه میگم که من ذرات بنیادی بلدم در حد دانشوی لیسانس، کوانتوم فیلد تئوری در حد دانشوی لیسانس بلدم، چه میدونم. من تنها درسی که نخوندم هیچ موقع نجوم بوده، من هیچی از نجوم نمیدونم چون شما دوست نداشتم. ولی مثلا چه میدونم نظریه گروه خوندم، نسبت خاص عام خوندم و اینو دارم میگم، نمیخوام از خودم تعریف کنم، میخوام بگم که واقعیت اینه تنها راهی که شما ببینید چی رو دوست دارید اینه که یکم برید تجربهش کنید. مثلا من اول خیلی عشق فیزیک هستی و ذرات بنیادی بودم، بعد اومدم دیدم کیهان شناسی چقدر جذاب، رفتم نسبیت خاص، پوست آدمم کنده میشه چون تو داری یه باره بیش از حد میبری. بعد دیگه آخر سر اون درس حالت جامد رو که گرفته بودم دیدم این چه چیزای جا، چرا اینو کسی راجبش حرف نزده؟ مثلا چون فیزیک یه ذره بایاسن مردم، فقط راجبه چیزای خیلی خاص حرف میزنن. مثلا راجبه اینکه چجوری رسانش رو توی فلز میشه توصیف که هیچ موقع کسی به من حرف نزده بود و به نظر من فوق العاده است. یا مثلا این مسئله هایی که خیلی معروفن توی ماده چگار هستن کسی تا حالا روی صحبت نکرد. واسه همینه که اگر واقعا دوست دارید که تو این کار به یه جاهایی که علاقه دارید برسید، راهش اینه که اول بفهمید چه چیزایی وجود داره که میتونید بهش علاقه مند بشید، برید تست کنید. عمرم کوتاهه، به نظر من توی لیسانس آدم هر چقدر درس بخونه ضرر نمیکنه. یعنی مثلا حالا ورزش هم کنید، من نکردم این اینا، من میگم ورزش هم بکنید دیگه، پیشنهاد خاصی نه برای کسی که ریاضیش بده والا بره ریاضیشو قوی کنه، این خیلی ساده است. یعنی هیچ کارش نمیشه کرد. حالا واقعا این مایندست رو بذاری کنار اگه تو فیزیک هستی، یعنی نباید بگی من ریاضیم بده، انگار که این یک شخصیت تو هست که ریاضیش بده. خب تو میتونی ریاضی رو بهتر کنی. خب یا اینکه اگه که نمیخوای این کارو بکنی، اگه بهاش سنگینه برات، اذیت داری میشی، خب نرو فیزیک دیگه. اگه هنوز تصمیم نگرفتی رشته های دیگه هستن که ریاضی توش نداره. آره من مثلا من همین سوالو داشتم وقتی فوق لیسانسمو شروع کردم، من یه خطم کد نزده بودم. بعد این استاد من ایشون وقتی دبیرستان بوده خب مدل آیزنگ شبیه سازی میکرد، بعد هی به ما گیر میداد. بعد من قشنگ من به هر کی میگفتم آقا ببخشید من که برنامه نویسی بلد نیستم، چه خاکی باید در سر کنم؟ همه میگفتم برو برنامه نویسی یاد بگیر یا اینکه نیا. واقعیت اینه که یه ذره چه چیزایی قصه سخته، ولی اینجوری نیست که شما آدم ها به دلایل مختلف برنامه نویسی ریاضی دوست ندارن یا بلد نیستن. یکیش اینکه معلم خوب نداشتن، یکیش اینکه دوست خوب نداشتن. من بخش عمده از من خیلی ریاضی میدونم، من همچنان اون رای ریاضیم تو فیزیک بیشتر بوده. علتش اینکه من صمیمی‌ترین دوستم ریاضی دونه، چه بودم 4 تا مدال مسابقات جهانی داره و انقدر توی این گفتمان من منو هی تریگر کرده که بریم راجع به این حرف بزنیم، من علاقه من شده. اگر بنا به اون معلم هایی بود که من داشتم و اینها، شما هم احتمالاً این بلا سرتون اومده، معلم خوب نداشتید، دوست خوب نداشتید، حالا میشه جبران کرد. یک عالم کورس آنلاین خوب هست، خب حتی دبیرستان ها مثلا خان آکادمی هندی ها ترکونده، شما هر موقع سوالی دارید هندی ها جوابتون رو میدن، نگران نباشید. مهم نه شروع کنید. یه چیز دیگه هم که مهمه اینه که کتاب های درسی دانشگاه، این تکست بوک هایی مثل هالیدی و اینها محشرن. یعنی من واقعا باور دارم اینها فوق العادهن و از بسیاری از معلم ها و اساتید دارن بهتر درس میدن، اگه فقط اونقدر که باید جدیشون بگیرید، بهشون علاقه من باشید. من یه پست توی سیت فور نوشتم اسم لیسانس فیزیک با بیژامبه، بعد به ازای هر کورسی که یه لیسانس فیزیکی میگیره یه دونه کورس معرفی کرد، و اگر تنبلیتونم میاد ببینید دیگه. چون الان این کرونا یه چیز خوب داشت، نه که دیگه اون آدمایی هم که ویدیوهای کلاساشون رو جایی نمیذاشتن چون دیگه آنلاین بود و ضبط شد خیلی ویدیو گذاشتن. الان من تقریبا میتونم بگم که هر چیزی رو که شما بخواید که یوتیوب سرچ کنید ویدیوش هست، مثلا روی صفحه شخصیشه. حتی مثلا ما خودمون، ما اینجا توی آلتو دو تا درس جدی داریم، درسی داریم اسمش Introduction to Complex Networks که همه تمریناش هم تو پایتونه و درس مقدماتیه، این ویدیوهاش ضبط شده، تمریناش از همه چیز آنلاینه. یه درسی هم داریم Mathematics of Mathematical Methods for Network Science که این درسی که من خیلی دوست دارم و مثلا تی ایش میشم. اینو دفعه قبل که میکو ارائه داد ما تمام ویدیوها رو ضبط کردیم آنلاین، فریلی اویلیبل.
نه پول میخواید نه چیزی، اینترنت میخواید، میتونید دانلود کنید کتابش هم. شما هم که توی ایران میدونید کتابا چه جوری باید بگیرید، آره، از لیب جن، از لیب جن دانلود نکنید اصلا، لیب جن اصلا به خاطر نسپارید. آره من چند تا کتاب هم بهتون نشون بدم که من چون کتاب نداشتم رو پی دی اف خوندم، اومدم جو کتاب گرفتم به عنوان وسیله تزیینی استفاده میکنم، در عمل پی دی اف میخونه. این اولین کتابیه که برای کسی که میخواد ریاضی به این سیستم حمله کنه نوشته شده. به این قطرش نگاه نکنید، این به این خاطره که خیلی مفصل و خیلی یه چیزای تکرار میکنه. من که هر موقع این کتاب اینجور نوشته شده، هر موقع مثلا باز کردید از اینجا شروع کردید، چه میدونم مثلا این فصل 9 تموم میشه، مثلا فصل 10 رو شروع کردید که راجع به دیگری دیستریبیوشنه، راحت بتونید بخون. برای همین کلوفت این کتاب ما تو یه ترم درس میدیم. خب این نتورکس آقای نیومن، الان نبینا و علیه السلام اینطوریه. بعد یه کتاب دیگه هم هست اگر خیلی ریاضی طور دوست دارید، این لاغرتره، این یه ذره ریاضیش تو زیادتره واسه اون من که بچه هم که رشتهشون ریاضیات، یه چیز اثبات میکنه که اگر مثلا حوصلتون نکشه خوبه. اینه از یه آقایی که اسمش منو هم شاید این شوالیا میندازه چون تهش فیلیپ نایت. حالا فیزیک آماری چه ربطی داره با این داستان ها؟ برید این کتاب آقای ستنا رو بخونید. انتروپی وارونه است ها؟ آره وارونه. من باید چجوری به شما نشون بدم که بفهمید؟ اسمش رو بگو. انتروپی، اوردر پارامتر اند کامپلکسیتی. این یک کتاب سختی نیست. نمیدونم من اگر روز روزگاری استاد بشم میخوام توی فوق لیسانس حداقل فیزیک آماری درس بدم، از روی درس بدم. به خاطر اینکه یه کتابی که نوشته شده برای کسی که یه ذره فیزیک آماری بلده، بعد میخواد به این مبحث خوب بپردازه. خیلی کتاب دوست داشتنیه. مسئله های جالبی هم داره. بعد چه میدونم این کتاب چیز کلای مجموعه اسمش اینه. Oxford Master Series in Statistical Computation and Theoretical Physics. کلن چیز خوب. همه این رو توی اون کامپلکسیتی دات سیت بورد دات آرژی هست، کچل نکنه. خیلی ممنونم. یه چیزی هم من اضاف کنم اینجا، اگر که دوستانی هستن که اصلا گرایش فیزیکی ندارن یا ریاضی ندارن و اینها، چون من و عباس یه خورده جهتگیری اون سمتی داریم، کتاب باراباسی رو من خیلی بیشتر توصیه میکنم. کتاب علم شبکه باراباسی خیلی روونتر و آرومتر و بدون جزئیات ریاضیاتی اومده. آنلاین هم چیز هست، فارسی هم ترجمه خوبی نیست، ولی ترجمه‌اش هم مفتکی روی سایتش هست. و بعد دیگه اگه شما میخواید از یه زاویه غیر فیزیکی و ریاضیاتی نگاه شبکه‌ها بکنید، مفاهیم رو بدونید، کافیه، چون کداش نوشته شده است. یعنی لایبرری های مختلف پایتون رو دانلود می‌کنی و کد می‌زنی و خیلی راحت و آسوده. عباس یه سوالم پرسیدن از مهندسی، اگر که میخوام بخوام تغییر رشته بدم به فیزیک و احتمالاً پیچیدگی، آره نوشته پیچیدگی، به نظرت میشه چطوره مثلا؟ ببینید دو تا مسئله است. یکی مسئله های آموزشی ایرانه. مثلا چه میدونم شما لیسانس فیزیک خوندی، یه کنکور فیزیک میدی، یه کنکور شناور. این چیزا رو من نمیدونم که مثلا لازم سازمان سندش اینو چطوریه، اما مسئله عملیاتیش اینه که خیلی اصلا توی دانشگاه شهید بهشتی ما یه دوستی داشتیم دکتر صفایی صفاپور، الان یادم نیست اصلا ایشون کارشون الکتریکال انجینیرینگ بود. یعنی لزوما همه پیچیده کارام فیزیکی نیستن، یه سریشون مهندسن، میتونید پیدا کنید. اصلا من الان معتقدم که کامپیوتر ساینتیست ها اومدن قبضه کردن فیلد رو، یعنی اونا که دیگه همه چی رو قبضه کردن چون زورشون زیاده. اما مثلا اگر بخواید خارج از ایران بخونید، که اوکی وقتی شما خارج اصطلاحاً اپلای میکنید، سن نوشته که آقا ما از این رشته ها میخوایم، فیزیک، ریاضی، زیست شناسی و چیزهای مرتبط. برای همین میشه کسی که مهندسی هم خونده، اگر مثلا واقعا علاقه من باشه، خیلی راحت سویچ میکنه. دکتر صفایی، دکتر صفایی بهشتی، کامپیوتر یا الکتریکال انجینیر، یادم نیست. و این طرف هم شما نگاه کنید توی مثلا مرکز شبکه‌های پیچیده، میبینی واقعا 50% فیزیکی نیستن، حداقل 50% آدم ها مهندسی هستن، از رشته دیگه هستن، بنابراین حتما میتونید کار کنید. الان همین دپارتمانی که عباس داره کار میکنم فکر میکنم غیر فیزیکی هم قبول میکنه، درسته؟ مثلا دپارتمان کامپیوتر ساینسی، خب من و آرش از فیزیک اومدیم، ما یه هم دوره داریم اسمش سیلیا که خیلی آدم باهوشه، مثلا بک‌گراندش عجیب و غریبه از سمت
روانشناسی اینا شروع کرد اومد، ولی خب خیلی آدم زورش زیاد بوده. یا یک دوستمون تارمو، ما اصلا سمت بایوتکنولوژی اومده و کارش اصلا نوروساینس. نوروساینس یه بخشش پیچیدگی، بخشش نیست، چون نوروساینس خودش یه چیز گنده، یعنی فیزیکه. حالا این راه شما بهتره، من نوروساینسی چی نمیدونم، دوستم ندارم زیاد اون فیلد رو. یه تکش که کلینیکاله که پزشکا و اینا انجام میدن، یه تکش هم کارهای محاسباتیه. اون چیزی که من میفهمم، یعنی به کار من مربوطه، بهش میگن نتورک نوروساینس. ما اول هر چیزی که نتورک میذاریم یه جورایی میگیم، یعنی روش اینه، ابزار اینه. یه سری هم هست بهش میگن کامپیوتیشنال نوروساینس، این چیزایی که از سمت فیزیک و ریاضی میشه بری. ولی خب نوروساینس خیلی دنیاش بزرگه، از کارهای کلینیکال تا کارهای بالینی که من هیچ درکی ندارم تا مثلا تو میتونی، به نظر منم تو میتونی سوالات علمی و فلسفیت از بعد پیچیدگی باشه و نوروساینس بخونی و رابطه توش پیدا کنی. از اون طرف هم میتونی بری سمت پیچیدگی مستقیما و بعد مغز رو مطالعه کنی. حالا کدوم یکی از این زوایا میتونه بهتر باشه برات؟ احتمالا مهارت‌های خودت تنگ میکنه قضیه رو، ولی آره میشه. همینجوری که عباس گفت، ما اصلا یه جورنال داریم به اسم نتورک نوروساینس، یعنی یک مجله مخصوص همچین کاری وجود داره. فکر کنم تو چند تا تاک مختلف هم راجع به این چیزا دادی، فکر کنم هست توی، نمیدونم کجا گذاشته، ولی اصلا ما یه چیزی داریم اسم نتورک مدیسین. هایلایت هم اگه بچه ها ببینن دقیقا هست. اصلا راجع به جامعه شناسی یه چیزی داریم اسم نتورک، به اون میگن سوشال ساینس البته دیگه، ولی کامپیوتر سوشال ساینس یا سوشال نتورک انالیسیس. خیلی آدم این شغل ها اینجور جدید اومده، هر چیزی که با کامپیوتیشنال و نتورک شروع بشه بدونید که ریاضیه. یعنی مثلا نمیرید آزمایشگاه رو کله این موش بیچاره چیزی فرو کنه. مثلا من میترسم، من حقیقتش اینه که از دکترا هم میترسم. یعنی دکتر میبینم از استاد رفتم قبلیم برام خیلی حساب میبرم چون پزشک بود. ابزار بنیادی هست همونطور که بقیه چیزا هست، چون ریاضی هست، چون چیز از آسمون که نیومده این نتورک ساینس. تکنیکامون چی انگار افتاده بود. آره این صحبتی که ابزار هست یه خورده صحبت عمیقه، یعنی فکر می‌کنم جا داره که آدم واقعا صحبت کنه ببینه منظورش از ابزار چیه. مثلا من اگه به آچار پیشگوشتی میگم ابزار، بعد به شبکه هم میتونم بگم ابزار یا نه، مثلا یا تفاوتاشو حداقل میتونم بیام صحبت کنم در موردش یا نه. اما آره مثلا منم موافقم با عباس که مثلا شاید 8 تا در داشته باشیم ما به فهمیدن سیستم‌های پیچیده، و قطعا یکی از اون درها از در علم شبکه است. من یه چیزی بگم، به معنی کسی که از فرهنگ فیزیک دونا میاد، یعنی سر سفره فیزیک دون جماعت بزرگ شد، از لحاظ فیزیک دون دنیا از دو تا چیز ساخته شده: پارتیکلز اند اینتراکشنز بیتوین پارتیکلز، یعنی ذرات و برهم کنش بین ذرات. حالا اینکه فیزیک دون جماعت به چی میگه ذره سواله. گاهی وقت منظور ذره یه چیزی مثل الکترون، گاهی وقت یه چیزی اسم اتم، گاهی وقت یه چیزی به اسم یه تیک کربن، گاهی وقت منظور یه گالکسیه. خب از اون طرف هم این برهم کنش مهمه، گاهی وقت این برهم کنش ساده است، مثل اون برهم کنش که توی فیزیک داریم، 4 نوع هم هست، گرانشی، الکترومغناطیسی. گاهی وقت این برهم کنش پیچیده میشه. اون موقع نتورک اصلا، چرا فیزیکتون اینقدر نتورک رو دوست دارن؟ چون نتورک یک چارچوب ریاضی خوبی طراحی کرده که پارتیکلز میشن اون رؤوس اون گرافه، و اون اینتراکشن خلاصه میشه توی اون یالی که میذاریم، و این چارچوب بهتون میده. چون توی سیستم های ساده معمولا همه با هم برهم کنش دارن، مثلا شما دارید به کیهان نگاه میکنید، همه دارن اثرات گرانش رو هم میذارن، هر کسی به دیگری و برعکس. بعد مثلا یه جایی از قانون سوم نیوتن دارید که اینا متقارنش میکنه، اما مثلا دنیای واقعی اینجوری نیست. شما کانتکت نتورکی که راجع به انتقال بیماری حرف زدیم، شما با همه ارتباط نداری، شما با یه تعداد دوستت ارتباط داری، بعد مثلا اونا اون طرف دنیا با هم ارتباط دارن، شما اونا رو نمیبینید، محدودیت هست. نکته مهمی گفتی، یه چیزی اضافه کنم، من خوشم میاد از کلماتی که دکتر منتخب استفاده میکنه. به نظرم آدمی که خیلی خیلی خوب انتخاب میکنه کلماتشو. همین صحبت عباس رو فقط با کلمه دکتر منتخب بخوام بگم، دنیا چیزی نیست بجز اتم ها و رقص اتم ها. حالا این شاید تکنیکالی
این که من میگم رقص و نمیگم برهم کنش، این باشه که شاید یک سری قوانینی حاکم باشه که مستقیما نتونی بیای از قانون کولوم که بین مثلا الکترون بنویسی به دستش بیای. قانون کولوم حالا چیه؟ همون چی میگفتیم بهش؟ نیروی الکتریکی و مغناطیسی و گرانش و ضعیف و قوی و اینها، اینا وجود دارن، اما یک رقصی این اتم ها با هم دیگه دارن که این رقص کاملا هم فیزیکیه، برخواسته از همون برهم کنش هم هست، اما حالا اون فیزیکش چیه میشه پیچیدگی دیگه. و حالا یه صحبت های دیگه هم که هست که من حالا در یه فرصت دیگه با عباس دوست دارم در مورد صحبت کنم، اینه که قوانین ماکروسکوپیک آیا میتونن استقلال داشته باشن از قوانین میکروسکوپیک یا نه. حالا راجع به اینا میتونیم خیلی صحبت کنیم اگه دوست دارم. من بذار تبلیغ کنم، من یه کورس عامه پسندی رو توی بهشتی ضبط کردم به اسم مقدمه‌ای بر باز به هنجارش. این توی سایت سیدپور که هست، توی این صفحه اینستاگراممون هم هست، سرچ هم کنید مقدمه‌ای بر باز به هنجارش، اونجا به این سوال مفصل من حمله کردم. ولی خودش اگه کوانتوم فیلد تئوری کارید نری اونجا به من بخندید، اونو من برای مخاطب عمومی ساختم. آره و یه حالا باز به هنجارش که یه تکنیک خیلی خیلی جذابی هست که برای دوستان میگم، که شما بتونید یه سیستمی رو، این مثلا با یه ذره‌بینی داری نگاه میکنی بهش، با ابعاد خیلی خیلی کوچیک در ریز اتماشو میبینی، بعد اینو ذره‌بین رو بیاری عقب ببینی چه اتفاقی میفته تو فیزیکش، و هی این ذره‌بین رو بیاری عقبتر و هی ماتتر میشه تصویر، و بعد تو نگاه کنی ببینی فیزیک سیستم چطور عوض میشه. اما خب بعدن یه سری مسائل دیگه هم هست، اونم اینه که مثلا میگم ما تو فیزیک آماری یا توی ترمودینامیک پدیدهایی مثل گرما و انتروپی و این داستانا داریم، و خب تا یه دوره ما اینو فقط برای جعبه های بزرگ گاز می نوشتیم، این انتروپی و اینا رو، برای یه دونه اتم هیچ معنایی نداشت. ولی الان این مرزه داره شیفت پیدا میکنه، هر سال کوچیک‌تر میشه اون سیستمی که میتونیم براش این کمیت های گرمایی درشت مقیاس رو تعریف کنیم، تا جایی که میاد میرسه به یه دونه ذره‌ای که بهش میگیم کیوبیت اصطلاحاً، و بعد میبینیم که مثلا حالا این خودش فیزیک گرمایی خودشو داره. من اینو حالا دوست دارم با دکتر منتخبم بعدا صحبت کنم، چون میدونم کلی حرف داره راجبش اگه بشه این دوشنبه. دوستان راستی کلاب، اگه کلاب هاست هستین، یه کلابم هم هست در زمینه همین مسائل که میتونید فالو کنید. عباس جان کامنتی چیزی؟ آره کلاب هاست هر جایی دکتر منتخب صحبت میکنه گوش کنید، خیلی خوبه دکتر منتخب. من خیلی من هیچ ما با دکتر منتخب برخورد استاد و شاگرد نداشتم، همیشه مثلا به عنوان اومده تشریف آوردن تهران مثلا سخنران دیدم، خیلی ایشون دوست داشتنیه، خیلی خوبه. آره این چیز یارو چیه اسمش، اتاق کلاب هاس هم هست، مردم چرت و پرت توش زیاد میگن، چون کلاب هاس بالاخره حجم زیادی چرت و پرته. شما وایسی دارین دکتر منتخب چی میگین آخر سر، اینو حتما بهش توجه کنید، چون آدما من به چند نقطه اجازه درد و دلی کنم با دوستان عزیز. طرف میاد میگه من نوروساینتیستم، من تحصیلات فلان دارم، ولی چرت و پرتای میگه که دانشجوی اول سال فوق لیسانس میفهمه این داره چرت و پرت میگه. خیلی دنیای بدی شده، یعنی آدم میره تو محیط حرفه‌ای، ولی آدم حرفه‌ای نیستن و ادعا دارن اینها. خلاصه من اینو بگم راجع به سیستم پیچیده، توی این آدم هایی که من دیدم هستن، مثلا نمید تو اسمش افشین ها، حالا اونجا اومد هیچ کس بهش نمیگه افشین منتخب دانشگاه شیراز استاد، میگن افشین جان. آره خلاصه شما افشین رو باید نگاه کنید اونجا. من چیدم پویا هم اینگار میاد ولی تو ندیدم حرف بزن من چور. آره ندیدم. آقا ما یه نکته که گفتی عباس یه بخشی داره که من بیشتر مثبت نگاش میکنم، یعنی تو میبینی یه سری آدمی که به هر صورت یه مدارکی هم دارن ولی اشتباه دارن فکر میکنن، تو این جوه میان حرف میزنن، و بعد تو میبینی تو اکثر کلابایی که دکو درسته 4 نفر آدم بهش میگه که نه من باهات موافق نبودم، و این خوبه وقتی گفته میشه. آره خوبه، ولی خب چیز دیگه، مثلا شما باید 4 ساعت گوش کنی که آخر سر دکتر منتخب بشوره ببره. یه چیزی هم هست پرسیدن، یه نوع مدل سازی هست بهش میگن ایجنت بیس مدلینگ. من این کار تو عمرم هیچ موقع نکردم، بلدم نیستم. اونم یک جور مدل سازی شبیه نتورک ها، یعنی اصلا اون یه دنیای دیگه است. چرا خوبه؟ چون که میاد میشینه روی مایکروسکوپیک لول، یعنی مثلا میگه که این آدم انقدر سن داره، این مریضیو داره، این رفتارم داره، بعد حالا یه عالم آدم داریم که دونه دونه جزئیات میدونیم، حالا اینا رو بریزیم توی جامعه مثلا چی میشه.
مشکل این خوبه، خیلی مدل دیتیل دی اصطلاحا. مشکلش اینه که خب شما نمیتونه اولا دستی که هیچی، یک عالمه محاسبات سنگین وجود داره، واسه همین فعلا عمده پروژه اینه که به درد بخور نیستن، چون توی مقیاس بزرگ کار نمیکنه. نه گروه ما که کار نمیکنه اصلا. زهرا جان گروه ما هم نه، یعنی کلا سمت فیزیسیست جماعت میره، کسی که فیزیک داره کار میکنه یه خورده سمت این مسائل نمیره، چون که وقتی تو جزئیات مسئله رو خیلی زیاد میکنی بعد امکان انجام دادن یه سری اعمال ریاضی و فیزیکی و اینا کم میشه، اینجوری بخوام بهت بگم. ولی خب میتونی بری سمت آدمایی که دقیقا مثلا میبینی جامعه شناس هستن، اپیدمیولوژیست هستن، اونا خیلی خیلی با جزئیات سعی میکنن که مدل کنن. البته عباس تجربهش بیشتره، اونجوری که به من گفت مثل که نتورک هم لحاظ نمیکنن. نه بعضیا که لحاظ نمیکنن، نمیدونن نتورک چیه، بعضیا خب میکنن. ببینید آخه مثلا اینکه اصطلاحا میگن اینا خیلی گرونن از لحاظ محاسباتی، واسه همین شما مثلا باید خیلی زور داشته باشید. مثلا شما ببینید مثلا یه چیز با مزه است بهش میگن نت لوگو، یه پکیجیه که طراحی شده واسه مصارف آموزشی، بعد میتونید یه عالم از این مدل های ایجنت بیس مدلینگ رو ببینید. اگر بشه اینو ایمپلیمنت کرد خیلی خوبه، ولی خب مثلا شما دارید راجبه چه عددی حرف میزنید؟ راجبه 70 میلیون آدم حرف میزنید، 70 میلیون درجه آزادی رو چیکار میخواید بکنید؟ علت اینم فیزیک دونا درست یا غلط، که به نظر اونه که فیزیک میخونه درسته، یه اصلی دارن و اون اصل اینه که تا جایی که میشه باید مدل ها ساده باشن، یعنی پارامتر زیاد میبینن اصلا پنیک میکنن، یعنی خیلی سخته. یا بخوام شاید یه جور دیگه بگمش، سعی میکنن مسائل بسیار پارامتره رو تقلیل بدن به مسائلی با کمترین پار، و کاری این کمتر کردن پارامترها کاری هم هست که کسایی که تو هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ هستن هم خیلی دوست دارن دیگه. آره اون که اصلا یک مسئله وجود داره به اسم که شما ابعاد اون فضای پارامترتون رو دیکامپوز میکنه، این همه جا هست. یه ذره تکنیکلی اسپیکینگ فیزیک تون وقتی میگم مدل با کامپیوتر ساینتیست ها میگم مدل، یه ذره فرق داره، ولی در کل ولی چیز دیگه. ببین اینه که شما خواهد برید جنگ کلا خود میذارید شمشیر میذارید، هر چقدر اینا رو داشته باشید بهتره، ولی یکم راه میرید بعد خسته میشید. باز هم اینه که باید یه رقابت بین اصطلاحاً پیچیدگی مدل، این پیچیدگی با اون پیچیدگی اون مدل دارم حرف میزنیم فرق داره، از اونجایی که چقدر مدل آزادی و زیادی آره، و اینکه خب چقدر شما نتایج مختلف میخواید بگیرید. اون جمله که اینشتین میگه که هر چیزی رو ساده کنید ولی نه ساده تر، منظورش از این چیزی به اسم level of description، شما تا یه جایی که معقول جواب میده باید ساده کنید. مثلا چه میدونم اگه بیماری مثل سر او دارید مدل میکنید، ببینید تا کجا مثلا راجع به مغز اگه نگاه کنید میشه فهمید. ماشین لرنینگ خب امروز همه جا کاربرد داره، یعنی از توی آشپزخونه من کاربرد داره، توی فیزیک 100%. دو تا ریویو آرتیکل خیلی معروف هست، مثلا من کارم ماشین لرنینگ نیست، چند بلد نیست، یه ذره جلسو بلد. یه مقاله هست که لو واریانت یا های وریانت لوب، خدایا ببخشید برای نگاه کنم، یه چی 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 فور ماشین لرنینگ فور فیزیسی، لو بایاس های وریانت، یا نمیدونم کدومه که تو ماشین لرنینگ چیکار میکنم تو مقاله. اون میاد یه مرور کلی میکنه که توی فیزیک آماری و حالا خصوصا ماتریال چه کارهایی میکنه. مثلا تو دانشکده ما یکی بود به اسم دکتر موحد که خیلی به این دوتا موضوع علاقه بود، اونا مثلا اومدن روی کازمولوژی ماشین لرنینگ میکرد، چه میدونم بعد چون یه عالم مثلا الگو پیدا میکنن دیگه، هم خوشه فلان مثلا من بلد نیست. مثلا توی فیزیک ماده چگال یه مسئله که من خیلی دوستش دارم و خیلی هم نمیفهمم بهش، اینه که ما یه چیزی اسم فاز ماده، مثلا جامد مایع گاز، خب اینا که نیست، بازم هست چی از هم پلازما هست دیگه، چی از فلان هست، بعد اینا با الگوریتم های ماشین لرنینگ تو شرایط خیلی عجیب و غریب فیزیکی اون سری فازهای جدید واسه ماده پیدا کرد. مثلا چیزای جالبی تو فیزیک هست، مثلا شما میتونید مثلا آب توی دمای چند درجه یخ میزنه، الان همه میگن صفر مثلا، خب ما شما میتونید مثلا آبو توی دمای خیلی پایین مثلا منفی 80 نگه دارید ولی یخ نزنه، یعنی بمونه. هواپیمای مشکل رو دارن که اون بالا که میرن بعد این مولکولا آمادن که یخ بزنن، اون رقص و اینا رو کردن، یه رقصی نیست که بکنه، حالت بابا کرم موندن، کافیه یه دونه گرد و خاکی بهشون برسه اینا سریع فریز میشن. مثلا هواپیما مثلا وقتی میان
به معنی که وارد این توده ها میشن، یه دفعه مثلا یه یخ بزرگی روی بدن انرژی داره شکل میگیره، یه تکنولوژی دارن که اینا رو میان جدا میکنه. این فازهای اینجوری ماده مثل فازهای ابرسر فراسرد اینها توی شرط اکستریم کوانتومی که خیلی عجیب غریب میشه من بلد نیستم، یه سری کار کردن که ماشین لرنینگ بوده. ماشین لرنینگ امروز همه جا کاربرد داره، ولی خب از اونجایی که میدونن هر چیزی که خیلی آدم میره توش از اون برم خطای کار دریوری توش زیاد میشه، خب طبیعیه. اما خب واقعا چیزی که همه دارن کاربرد میکنن و ما اینجاشون کامپیوتر ساینس هم یه مثالش هم بخوام بزنم برای بچه‌ای که به پیچیدگی علاقه دارن، شما فرض کن که من دیتای داده اف ام آر آی مغز یه نفر رو به شما میدم و شما میخوای تبدیلش کنی به یه شبکه که بعداً تمام این کارا که عباس بلده رو بخوای روش پیاده کنی، میخوای از دل اون دیتایی که من بدیدم یه شبکه استخراج کنی. یکی از راه‌های خوبی که میتونی این کارو بکنی توسل به ماشین لرنینگ. جلسایی که منم گفتم همینه، شما اون داده ای که من داشتم اصطلاحاً یه نوع داده است از دل داده های ژنتیکی، خب بهش میگن جین اکسپریشن لول. شما داده رو دارید که چیزی به تو نمیگه راجبه برهم کنش، بعد با یه تکنیک توی این یه فیلدی که کلا میشه استنباط، یعنی شما از دل داده ساختار پیدا. اون کاری که ما میکردیم ما یه نوع ماشین لرنینگه، یعنی شما ما یه چیزی استفاده میکنیم اسم گرافیکال لاسو که این میومد از دل اون داده ها مثلا گفت پس این شبکه باید چه جوری باشه. خیلی کار شما هر جا که دیدی دیتا ست خیلی بزرگی هست که آدم نمیدونه چه خاکی تو سرش بکنه اینقدر این دیتا ست بزرگه، اون موقع ماشین لرنینگ رو واقعا و همونجوری که گفتم مثلا کدینگ باید بلد باشید، یه کوچولو ماشین لرنینگ هم هر کسی یاد میگیره به زودی به نظر من، در حدی که نیازاشو برطرف کنه. خداشو کورس فارسی هم واسه این زیاده دیگه این روزا تاپیکه، از کامپلکس سیستم یاد گرفتن به مراتب آسون تر شده، در دسترس شده خیلی. آقا جان سوال نکردن در بریم دیگه. آره. خیلی ممنونم که وقت تو در اختیار ما گذاشتی، کلی یاد گرفتم ازت، امیدوارم باز و بیشتر ببینیمت. ما در خدمتیم. خیلی خیلی خوشحال شدم. شل بعد از کرونا بیایم اونجا ترنتو پیش شما. از همین الان دعوتی. میام آقا. عالیه. خوشحال شدم. تو بزنم میام. خیلی هم عالی. آن لیون چیزی فرستادی امسال؟ کامپلکس سیستمز؟ چی فرستادم؟ واسه کنفرانس لیون. آها نه من لیون رو نفرستادم، اون نت سای سان بلت و چیز پرزنتیشن دارم. نه آنلاین رو به در نمیخورم، فقط فیزیکی. من اول یه قرق خوشحال دارم میرم لیونه که فکر کنم توی اوایل آبانه فرانسه. همین کار گفتن اینا دفرست، گفتم نه دیگه نه، فقط امسال جهنمی میخوام تموم شه. مرسی، دمت گرم، واقعا لطف کردی که منو قابل دونستی. درفیه تو شما خیلی معروفی و آدمو میان این اپورتونیتی که به من دادید برام ارزشمنده. خودم بیشتر حرف بزنی. آقا خیلی لطف کردی، خیلی خوشحال شدم. دوستان خیلی ممنونم که دنبال کردین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. در خدمت هستیم، کامنت اگه دوست داشتین بذارید، لایک بکنید. سلام، بای بای. پیدا کردن منم آسونه، اگر ایمیل خواستید بزنید اسم من یه خاصه واسه هم زود پیدا میشه، این ریزیه رو سرچ کنید پیدا. آرشام یاد نره اینو سیف کنید. خدا حافظ. قربانت. خدا حافظ.